ریاض یکی از شهرهای در حال توسعه خاورمیانه است، شهری که به سرعت رشد می‌کند و سعودی‌ها سرمایه زیادی برای تبدیل آن به یک شهر مدرن در نظر گرفتند. ساختمان‌های مدرن در بسیاری از چشم‌اندازهای شهری به چشم می‌خورند. برخلاف انتظارات، مدرن بودن شهر کاملاً شما را شگفت‌زده می‌کند، اما هنوز آثاری از گذشته در این شهر نیز دیده می‌شود. ریاض شهری است که در سالهای گذشته جمعیتش چندین برابر شده است. حالا در بازار قدیمی عتیق جات این شهر هستیم. از ظرفهای قدیمی گرفته تا لباسهای قدیمی، بازار عتیق جات ریاض یکی از مهمترین کانونهای اولیه تشکیل این شهر است. ریاض در تلاش برای مدرنیته بخش بزرگی از محله‌های تاریخیش را در دهه‌های اخیر از دست داده است، اما حکومت بر آن شده است تا برخی از مهمترین میراث‌های معماری و باستانی شهر را بازسازی کند. مانند قلعه مسمک یا همان پادشاه عبدالعزیز، پدر عربستان سعودی مدرن، سایتی تاریخی که عموم می‌تواند از آن بازدید کند. گهگاهی با فرزندانم به اینجا میام تا ضمن فراگیری تاریخ با تلاش هایی که در جهت ساخت بسیاری از ساختمان ها شده آشنا شوم. اما دیگر ساختمان در حال بازسازی کاخ پادشاهی ریاض است. این کاخ در محله تاریخی ریاض، جایی که موزه ملی نیز قرار دارد، واقع شده. ما از گذشته چشم‌پوشی کردیم، سنت و تاریخ را به فراموشی سپردیم. زمان آن رسیده تا به عقب بازگردیم. باید به زیباسازی شهر بپردازیم. تاریخ را باید دوباره زنده کنیم. نباید یک موزه بسازیم که کسی حق نداشته باشد آن دست بزند. اما باید نوسازی کنیم. باید بخش‌های قدیمی را مرمت کنیم و از آنها در کنار مدرن‌سازی شهر استفاده کنیم. شهرسازی ریاض در میانه های قرن 20 توسط آمریکایی ها انجام شد و به همان نسبت مانند شهرهای نوظهور آمریکایی تحول پیدا کرد. موزل این شهرهای بزرگ بین‌المللی است. شهری تاریخی ناگهان متحول می شود، تبدیل به یک ابرشهر می شود. تنها زمانی متوجه موزلات می شود که دیگر کار از کار گذشته و شهر بزرگتر از همیشه شده. در دهه 80 میلادی مقامات عالی رتبه ریاض تصمیم به تغییر ساختار شهر به شهری مدرن‌تر و با فضای سبز بیشتر کردند. شهرسازی شهر از آن زمان متحول شده است. برخی از مواقع مردم نمی‌دانند چه می‌خواهند. باید برخی از کارها را تجربه کرد و بعد واکنش‌ها را سنجید. تجربیات اولیه به ما نشان داد که چقدر مردم نیاز به فضای سبز دارند. فکر می‌کنم ریاض تبدیل به شهری شده که مردم می‌توانند از آن لذت ببرند. خودروهای زیاد و ترافیک سنگین یکی دیگر از معضلات این شهر است. به زودی متروی ریاض با 6 خط و مسیری به مسافت 176 کیلومتر به راه می‌افتد. این طرح کاملا زندگی بسیاری از شهروندان را متحول خواهد کرد. حمل و نقل شهروندان راحت‌تر می‌شود و سازماندهی زندگی روزانه تسهیل. زمانی که سوار یک خودرو می‌شوید، نمی‌دانید چه ساعتی به مقصد می‌رسید. این گونه در زمان هم صرفه‌جویی زیادی می‌شود. متروی ریاض بسیار از مناطق تاریخی و مدرن شهر را به هم مرتبط می‌کند. و ما به مرکز تجاری بزرگ شهر می‌رویم، جایی که شما از جواهرات و وسایل رایانه‌ای هر چی که لازم دارید را پیدا خواهید کرد. و وقتی که به بالای برج سلطان می‌رسید، متوجه می‌شوید شهر تا چند اندازه پیشرفت کرده و چگونه در آینده خواهد بود. در برنامه بعدی عربستان سعودی به یک دانشگاه مدرن در ریاض می‌رویم. That's on Euronews.